روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه در اولین سالگرد بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار در ایران دادخواستی برای آزادی او به گروه کاری رسیدگی به بازداشتهای خودسرانه زیرمجموعه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که در حاشیه گفتگوهای هسته‌ای مسئله آزادی او و دیگر آمریکایی‌های ایرانی تبار را با مقام‌های ایرانی مطرح کرده است فرهاد پولادی گزارش می‌دهد امروز سالگرد بازداشت جیسون رضایان، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار روزنامه واشنگتن پست در ایران است مسئولین این روزنامه پرتیراژ آمریکایی اعلام کردند که با هدف تسریع آزادی جیسون دادخواستی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال کردند مارتین بران سردبیر ارشد واشنگتن پست در مراسمی که در انجمن ملی روزنامه نگاران آمریکا برگزار شد با انتقاد شدید از حبس جیسون تا این روز خواستار آزادی فوری وی شد His trial, the conditions of his imprisonment, has been a disgraceful violation of human rights, and it violates common decency. هر بخش از پرونده جیسون نشانگر نقض شرماور حقوق بشر است چه شرایط نگهداری وی در زندان و چه جلسات محاکمه وی همگی نقض آشکار شایستگی های انسانی است یک انسان بیگناه یک خبرنگار خوب یک مرد خانواده دوست و یک همکار گرامی از حق آزادی مسلمش محروم شده است علی رضاییان برادر بزرگتر جیسون که طی یک سال گذشته پیگیر آزادی برادرش بوده در این مراسم گفت که اگرچه خانوادهش امیدوار بودند که جیسون با حصول توافق اتمی آزاد شود اما این امر صورت نپذیرفت صرفا در زمان کوتاهی پس از دستیابی به توافق اتمی سرمقالات روزنامه های عمده آمریکا پرزیدنت اوباما و وزیر خارجه کری و همچنین تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مانند وزیر خارجه پیشین کلینتون و سناتور روبیو از ایران خواستند که جیسون و دیگر آمریکایی های در بند را هرچه سریعتر آزاد کنند باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سهشنبه با ذکر اسامی آمریکاییان زندانی در ایران با اعلام اینکه این افراد غیر عادلانه در ایران بازداشت شدن از جمهوری اسلامی خواست آنها را آزاد کند او افزود تا ایران این افراد را آزاد نکند او آرام نمیگیرد جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با صدای آمریکا پس از دستابی قدرت های جهانی و ایران به توافق جامع اتمی گفته بود که واشنگتن همواره پیگیر آزادی این افراد از جمله جیسون است. ما هرگز و هیچ وقت اولا از پیگیری وضعیت آمریکایی هایی که در زندان هستند دست بر نخواهیم داشت. جیسون 39 ساله حدود چندین ماه از این مدت بازداشتش را در انفرادی زندان اوین سپری کرده است. به گفته مادر و همسر جیسون که توانستند به را در زندان ببینند، در مدت یک سال گذشته وضعیت جسمانی و روحی جیسون کاملا تحت تاثیر های فرساینده تحلیل رفته است. جیسون به همراه همسرش یگانه سالی خبرنگار روزنامه اماراتی نشنال با ورود نیروهای امنیتی به منزلشان در چند روزی بازداشت شدند سالی که شهروند ایران است چند ماه پس از بازداشت با وسیقه آزاد شد جیسون تاکنون سه بار پشت درهای بسته دادگاه انقلاب و به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شده است گروه های مدافع حقوق بشر از بازداشت و محاکمه او در ایران انتقاد کرده و خواستار آزادی او شدند تاکنون بیش از 500 هزار نفر از بیش از 100 کشور تومار آزادی وی را در سایت change.org امضا کردند لیلا احسن وکیل جیسون اخیرا گفت که جلسه بعدی محاکمه موکلش احتمالا آخرین دادگاه او خواهد بود اما اون افزود هنوز تاریخ دادگاه مشخص نیست فرهاد پولادی صدای امریکا.